سلام به دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم با یک آموزش زیبای ماندلای دیگه. عزیزان، من دارم از یارن آرت روز گاردن استفاده می کنم و رنگ بندیش به این صورت هستش و به ما چیزی رو که گفته اینجا گفته تا قلاب اجازه دارید تا قلاب شماره 3 استفاده بکنید و اینجا هم اگر از 2 میل دارین استفاده میکنید 2.5 میلیمتر باشه. رنگش هم 320 هستش کالرش و اینکه بریم با هم دیگه ببافیم. من اینجا از قلابی هم که دارم استفاده میکنم، نمیدونم واضح هست یا نه، از قلاب شماره 2 هستش، با شماره 2 میخوام ببافم. خب در ابتدای کار من یک حلقه جادویی ایجاد میکنم و داخل این حلقه جادویی در ابتدا یک زنجیره میزنم و داخل این حلقه جادویی رو من با 8 پایه کوتاه پر میکنم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 نخ رو میکشم، میام به ابتدای کار بسته. داخل هر کدوم از این دونه ها ما باید 2 تا پایه کوتاه ببافیم. پس در اول کار من یک زنجیره میزنم، میرم داخل و یه پایه کوتاه دیگه تو همون خونه میزنم. میرم روی دومی، میگیرم یه پایه کوتاه، دوباره میرم داخل همون پایه و یکی دیگه میزنم. میرم داخل خونه بعد و 2 تا پایه کوتاه. تا انتها من این کار رو انجام میدم و تعداد پایه های کوتاه من در این رج باید به 16 تا برسه. 8 پایه کوتاه بود، 2 برابرش کردیم، تو هر خونه 2 تا زدیم، میشه 16 تا. خب برای انتهای رجمون من میام به اولین زنجیری که زده بودیم در ابتدای کارمون وصل میکنم و اتصال میدم. 3 تا زنجیره میزنم که حکم 1 پایه بلندم رو داره و 4 تا زنجیره، 1، 2، 3 و 4 حد فاصله بین پایه های بلندم. 1 خونه من جا میذارم، میرم داخل خونه بعدی و 1 پایه بلند میزنم. دوباره 4 تا زنجیره میزنم، 1 خونه نمی بافم، میرم داخل بعدی و 1 پایه بلند میزنم. دوباره 4 تا زنجیره میزنم، این خونه رو نمی بافم، رهاش میکنم، میرم داخل بعدی و می بافم. دوباره 4 تا زنجیره میزنم و تا انتها من این کار رو انجام میدم. در اینجا ما باید پایه های بلندمون 8 تا باشه و 8 تا هم از این 4 تا زنجیره ها باید داشته باشیم. خب برای اتمام رج 3مون میایم به این 3 تا زنجیره به 3 وصل میکنیم. اینجا 4 تا زنجیرم رو میزنم، ببینید 1 دونه خونه جا گذاشتم. میام اینجا اتصالم رو برقرار میکنم. 3 تا زنجیره میزنم. ما با پایه های بلندمون کار داریم و باید روی هر کدوم 1 پاپکورن یا ذرتی ببافیم. 3 تا زنجیره حکم 1 پایه بلندم رو پیدا میکنه. داخل هر کدوم، داخل این پایه بلندم باید 5 تا پایه بلند ببافم. 3 تا زنجیرم که 1 پایه بلندم میشه، پس 4 تا پایه بلند میبافم. یعنی شد 1، 2، 3، 4 و 5. میام این قسمت 3
زنجیره رو میگیرم و به این حالت ردش میکنم. میام روی 4 تا زنجیره‌ای که داشتیم 5 تا پایه کوتاه میبافم. 2، 3، 4 و 5. میام دوباره روی این پایه بلندم 5 تا پایه بلند دیگه میبافم که میخوام پاپ کورن بشه یا همون ذرتی. 2، 3، 4 و 5. میام از این قسمت میگیرم و به این حالت میکشم بیرون. میام روی این 4 تا زنجیره هم 5 تا پایه کوتاه میزنم. 1، 2، 3، 4 و 5. میرم حالا داخل این پایه بلند و پاپکورنم رو اجرا میکنم و دوباره روی این 4 تا زنجیره 5 تا پایه کوتاه تا انتها من این کار رو انجام میدم. خب برای آغاز رج پنجم من باید بیام داخل این فندقی. میام داخل 1، 2، 3، 4. 4 دور نخ روی قلاب. میام داخل رج سوممون، این خونه‌ای که نبافته بودیم رو میگیرم و میبافم. 1، 2، 3، 4. پنجمی رو میام از داخل هر ستا عبورش میدم. حالا اینجا 7 تا زنجیره میزنم. 2، 3، 4، 5، 6 و 7. 2 دور نخ روی قلاب. میام همین قسمتی که 4 دور نخ روی قلاب بود و بافتم، با این اولی کاری ندارم، میام تو بخش قسمت دوم، یعنی از 4 تا بافتی که انجام دادیم میام قسمت دومش رو میگیرم و میبافم. 1، 2 این قسمت رو میگیرم و میبافم. این مقدار نخاش داخل هم میپیچه و میرم حالا داخل بعدی. میام این قسمت رو میگیرم. ببینید این قسمت دور پاپکورن رو میگیرم. 4 دور نخ روی قلاب. 2، 3 و 4. میام از این قسمت خونه ای رو که نبافته از رج 3 داشتیم رو میگیرم و میبافم. این 1، 2، 3، 4. پنجمی از تمام اینها عبورش میدم. دوباره 7 تا زنجیره میزنم. 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7. 1، 2 دور نخ روی قلاب. میام اولی رو کاری ندارم، میام از قسمت دوم میگیرم و میبافم. ببینید کار به این شکل در میاد. الان دوباره باید برم داخل این ذرتیمون، میگیرم 4 دور نخ روی قلاب، خونه نبافته رو میگیرم و 1، 2، 3 و 4. پنجمی از کلش عبور میدم.
دوباره 7 زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 و 7 دو دور نخ روی قلاب. میام از این اولی نه قسمت دومش میگیرم و میبافم. تا انتهای رج من این کار رو انجام میدم. خب ببینید، من به انتهای رج رسیدم. میام قسمت بالای ذرتی یا پاپکورنمون و اتصالم رو برقرار میکنم. حالا برای آغاز رج بعدی یک زنجیره میزنم. ببینید در این رج ما به این 7 زنجیره هامون کاری نداریم. ما به این قسمت کار داریم، یعنی این قسمتی که 4 تا رو بافتیم. ببینید 4 دور نخ روی قلاب بود و بعد پایه دوبلی که از مرحله دوم بافتیم، به این دو طرف کار داریم و همینطور بالای فندقیمون. پس به این 7 تا کاری نداریم. این قسمت ببینید به این دو طرفه، یعنی در واقع یک وای هستش، به این دو طرف کار داریم. خب پس من الان میخوام اینجا رو یک زنجیره زدم، میام روی این وای، یک طرف وای و 3 تا پایه بلند میزنم. 1 2 و 3 3 پایه بلند میزنم. میام این قسمت که از مرحله دوم پایه اون 4 تا پایه‌ای که رو قلاب انداخته بودیم، میام روی این قسمت اتصالم رو برقرار میکنم و یک زنجیره میزنم. میرم این قسمت وای و 3 تا پایه بلندم رو میزنم. 2 و 3 میرسم این قسمت، قسمت بالای پاپکورنم. 2 دور نخ روی قلاب، پایه دوبل می بافم به این حالت و حالا پیکوت می زنم. 1 2 3 پیکوتم به این صورت بود. 3 تا زنجیره می زنم، میام از این قسمت و 1 بست یا شلال می زنم به این حالت. حالا میام یک پایه بلند از مرحله اول پایه دوبلی که بافتیم میگیرم و به این حالت میبافم. دوباره میام توی این قسمت، به این 7 تا کاری ندارم. میام قسمت یک طرف وای رو میگیرم. ببینید به این شکله 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 3 تا که بافتم میام این قسمت اتصالمون که بعد پایه دوب رو بافتم از قسمت دوم پایه چوبلمون، 4 تا ایمون. اینجا یک زنجیره میزنم، میرم طرف بعدی وای و 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 میرسم بالای این پاپکورنمون و پایه دوبلم رو میزنم. این 1 2 و 2 تا 1 میام این قسمت 3 تا زنجیره میزنم، میام از این یک شلال که پیکوتام ایجاد میشه. دوباره میام از قسمت اول، مرحله اول پایه دوبلمون، پایه بلندم رو میبافم. ببینید کار به این شکل در میاد. دوباره میرسم به این قسمت وایم، این قسمت رو میگیرم و 3 تا پایه بلند می بافم.
دو و سه. دوباره این قسمت اتصالم رو برقرار میکنم، یک زنجیره میزنم میام اون قسمت وای و سه پایه بلند میزنم، دو و سه. دوباره میرسم به بالای این پاپکورن و پایه دوبلم رو میزنم، دوباره سه زنجیره میزنم، سه زنجیره میزنم، میام این بخش رو میگیرم و به این صورت پیکوتم رو میزنم، میام از مرحله اول پایه دوبلم پایه بلند میبافم. ببینید کار به این شکل میشه. تا انتها من این کار رو انجام میدم.